سلام، چند وقتی هستش که دیگنیتی پرایم توسط بهمن موتور به بازار عرضه شد و طراحی متفاوت اون نسبت به بقیه خودرویی که دارن تو ایران تولید میشن خیلی جلب توجه کرد. الان چند وقتی بعد از اون بهمن موتور دیگنیتی پرستیج رو معرفی کرده. محسن آلتا هستم، اومدیم تو پیست خودروبانک تا دیگنیتی پرستیج رو داغ داغ تست بکنیم ببینیم چه فرقی با نسخه پرایم میکنه. Instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. توی این بررسی سعی میکنیم هم ماشین رو معرفی کنیم هم قسمت هایی که حالا با دیگنیتی پرایم تفاوت داره رو هم موقع بهتون بگیم. طراحی ماشین خیلی شبیه پرایمه ولی خب قسمت‌هایش فرق میکنه. الان جلوشو ببینین، کماکان از همین جلو پنجره بزرگی که بهش میگن کهکشانی این نقطه‌های کرومی رو داره استفاده شده، ولی سپر جلوش ببینین یه مقداری فرق کرده. اینجا دوتا رگه داره و زیرش یه لیپ کوچیک داره که حالا یه مقداری سعی کرده نمای جلو رو اسپورت‌تر بکنه. عقبش رو ببینین، رینگ‌ها الان شدن 20 اینچی ولی توی دیگنیتی پرایم رینگ های 18 اینچی استفاده شده. ابعاد خود بادی فرق نکرده ولی الان که رینگ شده 20 اینچی یک مقداری ارتفاع کل ماشین الان بیشتر شده، اما تو نمای کناری تغییر دیگه احساس نمیکنه، اصلا دیده نمیشه. اما از بغل ببینین کماکان این شیب زیاد عقب سقف هستش که تقریبا الان شده یه SUV کوپه، که البته بهمن بهش میگه SUV کوپه، که این سبک طراحی رو BMW X6 هستن ابداع کرد که باعث شد هم تو بازار جهانی هم تو ایران خب خیلی طرفدار پیدا بکنه. یه مقداری طراحی اسپورتره ولی خب باعث میشه که نسبت به ماشین های حالا کراس اوور شاسی بلند فضای سر توی عقب کمتر باشه. بیاین عقب رو ببینین. عقب هم خب چراغا هیچ تفاوتی نکرده ولی اون عقب هم دیفیوزر عوض شده و هم یه کیت اگزوز هستش که دو تا الان خروجی دوال داره و خوشبختانه کاملا اگزوز ها درسته و دیگه فیک نیستن، ولی تو نمای عقب قسمت های دیگه اصلا هیچ تفاوت دیگه احساس نمی کنین و حجم صندوق کماکان مثل دیگنیتی پرایم. اما اینجا ببینین هم پرستیج نوشته هم 2 لیتری GDI. حالا در مورد موتور بعدم بیشتر بهتون توضیح میدم که اصلا موتور چه تفاوتی کرده. مهمترین تفاوت دیگنیتی پرستیج و پرایم بس موتورش هست. شاسی تور رو دوبار بکشین کاپوت باز میشه، دیگه اینجا قفلی نداره و بعضی هم ماشین آلمانی اینطوری هستن. دو طرف رو میبینین جک گذاشته که باعث میشه کاپوت رو نگه داره. همین بالا همون پشت هم نمت هست که هم صدا و هم حرارت رو کنترل میکنه. اگه خاطرتون باشه دیگنیتی پرایم موتور 1.5 لیتری 148 هست بخاری داشت ولی الان دیگنیتی پرستیج موتور 2 لیتری توربو شارژ 230 هست بخاری داره و سیستم تزریق سوختش GDI. روی موتور رو ببینین نوشته 360T، منظورش 360 تورک، 360 نیوتن متر، که گشت‌آور خیلی خوبی برای یه خودرو اسپورت شهری. کد موتور HD20 و کماکان سیستم توربو شارژ داره با بوست بالا که تونسته یه همچین گشت‌آوری به ما بده و خب باعث میشه که شما حواستون به کیفیت بنزین حتما باید باشه، حتما حواستون باشه که توربو شارژ درست گرم یا سرد بشه و در زمان درست روغن موتور درست رو توش بریزین تا از توربو شارژتون درست استفاده بکنید. حالا در ادامه فیلم بهتون طراحی داخلی دیگنیتی پرستیج نسبت به پرایم خیلی شبیه همه ولی این پشتش رو ببینین صفحه نمایشش کاملا دیجیتالی شده و این زیر هم یه دونه وایلس شارژینگ برای موبایل گذاشتن ولی قسمت های دیگرش تقریبا شبیه همه. الان اینجا رو ببینین از همون صفحه نمایش استفاده شده
که این داخلی سازی شده، منوهای فارسی داره، این پایین هم سیستم تهویه مطبوعش کاملا دیجیتالیه و اینجا هم همون سیستم‌های قدیم مثلا دوربین 360 داره، اوتو هولد داره یا درایو مود داره که حالا بعدا تستش میکنیم و صفحه پانورامای دو تیکه داره که این جلوش هم میتونه باز بشه و این روی داشبورد رو هم ببینین، این بالا چرم با دوخته ولی این زیر پلاستیک خشکه. این روش هم ببینین یه دونه طرح فیبر کربن استفاده کرده که یه مقداری نما رو اسپورت تر بکنه، ولی قسمت دیگرش کماکان شبیه دیگنیتی پرایم از فرمونش نسبتا خوشم میاد. میبینید زیرش دیکاته که باعث میشه فضای بیشتری برای پاتون داشته باشین و این فرمی که وسطش گرد هست و سپره هست خیلی ما رو یاد فرمونای ام بی ام و میندازه، ولی خب حالا با اون خیلی تفاوت میکنه. ماشینو یکم باش رانندگی کنه ببینیم عملکرد موتورش چطور هست. عالی شده و حالا تو سرعت بالا ببینین الان یه مقداری حالا سعی میکنه که تو مسیر مستقیم سفت‌تر بشه که استفاده ازش راحت‌تر بشه، ولی توی شهر و خیلی نرم راحت میتونین ازش استفاده بکنین و تعویض گیربکس هم تعویض دنده‌های گیربکس هم بهتر شده. الان صدای موتور رو هم ببینین، درسته که صدا میاد داخل کابین ولی خب موتور یه مقداری حجیم‌تر نسبت به پرایم و اون حالت زوزه رو دیگه نداره، یعنی به نظرم با وجود اینکه موتور بزرگتره ولی صدای موتوری که میاد داخل کابین خیلی بهتر و گوشنوازتره. چند تا سیستم داره که توی رانندگی میتونین ازش استفاده بکنین، مثلا اوتو هولد داره که خب وقتی توی ترافیک هستین و پاتون روی ترمزه دیگه رو همون دی باشین، پاتون رو ترمز بردارین کامل ماشین نگه میداره، دیگه لازم نیست پاتون رو ترمز نگه دارین و به محض اینکه پدال گاز رو فشار بدین ترمز رو غیر فعال میکنه، واسه ترافیک های سنگین خوبه. یه درایو مود هم اینجا هستش که سه تا حالت داره، اکو، نورمال و اسپورت. اسم نمیبرم ولی برخلاف بعضی از خودروهای چینی دیگه که الان تو بازار داریم کاملا تفاوتش احساس میشه، مثلا رو حالت اکو باشین حساسیت رو پدال خیلی کمتر میشه، سعی میکنه رو دور موتور پایین تر دنده بده که مصرف سوخت رو بیاره پایین تر، ولی وقتی میگن روی اسپورت کاملا احساس میشه که حساسیت روی گاز بیشتر شده و سعی میکنه دنده رو روی دوره بالاتری عوض بکنه. تعلیقای ماشین نسبت به نسخه پرایم تفاوتی نکرده، کماکان جلو مکفرسون، عقب مولتی لینک و یه مقداری حالا توی شهر خشک هست که واسه ماشین توی این سگمنت طبیعیه، ولی نه اونقدی که بخوایم غر بزنیم، ماشین توی این سگمنت جزء خودروهای نرم محسوب میشه، ولی خب یه مقداری حالا الان رینگ ها بزرگتر شده نسبت به پرایم باید بگیم یک کوچولو خشک‌تر شده که طبیعیه چون الان رینگ‌های بزرگتر روش نصب شده.
که حالا میتونین ازش استفاده بکنین. دوربین ثبت وقایع داره، این جلوه مموریش هم اصلا بغل داخلش میره. تقریبا توی چین اجباریه و خیلی از ماشینای جدید چینی که الان دارن توی ایران هم عرضه میشن اصلا این دوربین ثبت وقایع دارن دیگه، فقط کافی مموری داخلش بزنین خودش ضبط میکنه. این بغل یه دونه شیفتر هستش که میتونین باهاش حالا هم اسپید لیمیتر رو فعال بکنین، هم کروز رو فعال بکنین و دیگه دکمه کروز این وسط روی فرمون نیستن. همونطور که بهتون گفتم این پشت آمپرش کاملا دیجیتالی شده و سه تا تم مختلف رو میتونین انتخاب بکنین، کلاسیک که هم دور موتور هم کیلومتر شمار روش هست، یه مدل دیگه داره پشن که دور موتور رو وسط نشون میده و سرعت و سرعت دیجیتالی نشون میده و یه حالت تکنولوژی که حالا یه مقداری تکنولوژیک تر میخواد نشون بده. حالا ما پشن رو انتخاب میکنیم همینطوری چون خوشگله به نظرم و یه تست شتاب بگیریم و ببینیم که تفاوتش نسبت به دیگنیتی پرایم چقدر هست. قرار بکنیم خب موتور گیرباکس دیگنیتی پرستیج الان خیلی بهتر شده با 230 است تقریبا و بگیم جز قدرتمندترین عمل کرده رو بین رقبا داره. از نظر طراحی هم داخل هم بیرون فکر میکنم جز وسط ها باشه، گزینه های بهتر یا بدتر از دیگنیتی هم هستن نظر شخصیمه. و از نظر قیمت باید بگم که حالا بهمن موتور سعی کرده که میزان داخلی هم دیگنیتی هم فیدلیتی رو مرتب افزایش بده که قیمتش رو بهتر کنترل بکنه و پایین تر از بقیه بذاره، ولی خب میدونین که تو بازار آزاد خب کماکان اتفاق دیگه داره میفته و یه مقداری قیمتش بالاتر از قیمتی هستش که بهمن موتور عرضه کرده. دیگنیتی تو سال 2018 تو نمایشگاه خودروی پکن معرفی شده و خودروی خیلی قدیمی نیستش، ولی جالب بدونین تو سال 2020 یه تعدادی ازش رو به اسپانیا هم صادر کرده. البته فقط میخواسته که حضور داشته باشه و صرفا یه تعدادی اونجا بفروشه. تو پرانتز اونجا موتور 1.5 لیتری خیلی ضعیفی داره که فکر میکنم به خاطر بحثای محیط زیستی اروپا هستش و حتی نسخه دوگانه سوزش هم عرضه شده با حدود قیمت 29 تا 31 هزار یورو. ولی داشتم توی رسانه اسپانیایی میخوندم که این ماشین رو تست کرده بود، در نهایت یه نتیجه گیری کرده بود و میگفتش که اگر BMW X4 دوست دارین یا مرسدس بنز GSE و پول اونا رو ندارین شاید مناسب باشه که بیاین دیگنیتی سوار بشین با قیمت خیلی کمتر و لااقل از نظر طراحی یه مقداری شبیه اونا هستش. شاید بگیم که تو شرایط بازار ما خیلی نتیجه گیری بی ربطی نباشه، تقریبا الان که واردات بسته شده و با رنج قیمت پایین تقریبا ماشین خیلی جذابی نمیشه خرید. باید بگیم دیگنیتی ارزون ترین SUV کوپه که توی بازار هست و مخصوصا الان نسخه پرستیژش موتور و گیرباکس خیلی بهتری داره و نظر طراحی